سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم هر جایی هستین شب روز خوبی رو سپری کنین. ایمان خلج هستم، با آموزش ساخت متریال پارکت در خدمتتونم. خب دوستان، توی این آموزش میخوایم یه پارکت خیلی خیلی خوب و رئال بسازیم. این صحنه رو من بر اساس یک صحنه شبیه این سعی کردم مدل سازی کنم، نورپردازی کردم، به صورت فایل تمرین براتون توی گروه قرار میدم. شما فقط متریال کف و روش تمرین میکنین، همه این صحنه مدل سازی شده و آماده است. خب برای شروع کار همیشه و همیشه و همیشه یادتون باشه که برای ساختن هر متریالی باید قبل از اون ما چند نمونه از اون متریال توی واقعیت ببینیم، چون این به ما خیلی کمک میکنه که در واقع ببینیم اون متریال توی نورهای مختلف، توی محیطهای مختلف، یا بسته به شرایط خود هم متریال کهنه‌تر، نوتر، چه واکنشایی، چه طرحی از خودش بروز میده، چه فیدبکی از خودش داره نشون میده به ما. مثلا من برای ساخت این پارکت چند تا رفرنس انتخاب کردم، میبینم. ببین، لزوم نداره حتما بریم شبیه اینا بزنیم، میخوایم ببینیم که در واقع این متریال چه ویژگی هایی داره، نه اینکه 100% شبیه اینا بزنیم. مثلا من میخوام یک پارکت نیمه براق درست کنم، یا براق درست کنم، یا اینکه کاملا مات باشه. بعد اینکه ببینم پارکت مات چجوریه، باید حتما یه نمونه واقعی اون ببینم تا بتونم یه متریال خوب و رئال در بیارم، وگرنه خب ذهنی شاید هنوز ذهن ما خیلی تقویت نشده باشه. بعد از اینکه چند مرتبه این کارو انجام بدین، تو محیط‌های مختلف براق بسازین، مات بسازین، نیمات بسازین، یواش یواش دیگه ذهنتون، چشمتون عادت میکنه به دیدن متریال واقعی. مثلا تو زمینه پارکت دفعه مثلا پنجم که بخواید دیگه پارکت بسازین، از اون دفعه بعد دیگه چشمتون چون حساس شده راحت بدونین که نگاه کنین به رفرنس، میتونین یه پارکت خوبی رو بسازین. ولی حتما اول از متریال ها، از عکس های متریال، نه از رندرهای متریال، عکس های متریال تو محیط واقعی استفاده کنین تا و تحلیلش کنین تا بتونین که تا در واقع بتونین یه متریال واقعی رو بسازین. خب من برای شروع از این متریال استفاده میکنم، چون این متریال محیطم شبیه این تقریبا مدل کردم. خب ببینیم که این متریال چه ویژگی هایی داره. اولین ویژگی که این متریال، این پارکتی که ما انتخاب کردیم داره، یک سطح نیمه براق داره، یعنی نه کاملا براقی که ما کل محیط و سطح و سطوح رو توش ببینیم، نه اینکه کاملا ماته که مثل این متریال هیچی توش قابل تشخیص نباشه، فقط یه حاله نور توش قابل تشخیص باشه. اینجا مشخص محل ورود نورا توش مشخصه، ولی دیگه هیچ چیز روش مشخص است که اون طرف پنجره چیه، فقط نورش روش مشخصه. اگه بیشتر دقت کنیم روی این متریال، چند تا نکته مهم داره. یکی این جزئیات ریزه، مثل اینا، مثل این بافت چوب که در واقع اینجا روی این پارکت ایجاد شده، یا دیتیلای ریز دیگه ای که داره. نکته بعدی که هستش این محو شدن لبه نور به مرور که وارد این کار میشه، یعنی در واقع میگه که شما هر چقدر از سطح پنجره دور میشین، میزان ماتی شما بیشتر میشه. طبیعی هم هست، خب نزدیکتر اینجا به پنجره بیشتر نور رو دریافت میکنه، بیشتر این براقیت داره، دورتر اینجا هم که کمترین براقیت داره. ویژگی دیگه که اینجوری ما میتونیم ببینیمش اینا، اینه که این نسبت به زاویه‌ای که به ما قرار داره، داره نوع رفلکت دادنش تغییر میکنه. قسمتایی که تقریبا جلوی ما هست ماتترن، قسمت هایی که از ما فاصله میگیرن و تو زاویه ما قرار میگیرن براق‌ترن. خب ببینیم منظور ما از این متریال، از این حرف چیه. من اگه یه لایه جدید ایجاد کنم، رنگمو سفید میکنم. خب ببینید، مثلا اگه من بخوام این تو زاویه قرار گرفتن رو به شما بگم، من فکر میکنم این مثلا سطح منه، سطحی که من دارم به عنوان کف، من اینجا وایستادم به عنوان یه آدم. خب این منم. خب این تو زاویه قرار گرفته، این چیه؟ من اگه چشمم اینجا باشه به اینجا نگاه کنم، این قسمت تقریبا میشه روبروی من. اگه چشم من اینجا باشه به اینجا نگاه کنم، که مثلا اینجا دیوار و پنجره قرار گرفته توش، اینجا قراره توشون رفلکتر ببینیم. اینجا خب چون تو زاویه بیشتری نسبت به من قرار داره، اینجا بعد پس طبق فرضی که داریم ما بیشتر رفلکت داشته باشه تا این قسمتی که تقریبا روبروی من قراره. زاویه من با این میشه اینقدر، زاویه من با این قسمت، با این محور دیدن میشه اینقدر. خب این گزینه توی مکس
و توی ویری با دستور فالاف به دست میاد، یعنی که هر چقدر که ما زاویه پیدا میکنیم تغییر میکنه، مثلا حالا متریال تغییر میکنه، رفلکت تغییر میکنه، رفلکت گلاسینس تغییر میکنه یا چیزایی از این دست. خب برگردیم به محیط مکس تا شروع کنیم ساختن این متریال. خب من این متریال یه بار تست دادم روش، حالا میام دوباره اینو خالیش میکنم، دوباره به شما یاد میدم که چجوری متریال بسازیم. خب برای شروع ما اول باید این کف کامل تکسچر بدیم. برای تکسچرینگ تو آموزشی که قبلا من براتون گذاشتم دیدین که میتونیم با مولتی تکسچر تک تک اینا رو خیلی خیلی ساده خیلی ساده اینا بتونین راحت تکسچر بدین که هر کدوم از اینا تکسچر قرار بگیره براشون. خب منم دوباره اینجا از مولتی تکسچر استفاده میکنم، تو قسمت دیفیوز کلیک میکنم، مولتی تکسچر رو انتخاب میکنم، منیج تکسچر، اد بیت مپ و این تکسچر رو اینجا اد میکنم. خب میبینین که این تکسچر ها اینجا اد شد، اینو میبندیمش، بلی رو کاملا میبندیم، شوشید رو میزنیم. خب میبینین که این تکسچر تو محیط بر خودشون حکم روی تایل قرار گرفتن. خب بکش میزنم، الان هیچ کاری نمیکنم، یه رندر ساده از این فضا میگیرم که ببینیم در واقع این متریال چجوری نمیکنم. خب ببخشید من F9 که بزنم ضبط و همزه متوقف میکنه. یه رندر ساده از این فضا میگیرم تا ببینیم که چجوری این تکسچرش از روی این کار. از شیفت کیو استفاده میکنیم برای گرفتن رندر. خب کاملا مشخصه که خب این کفیچ رفلکتی نداره، فقط تکسچری که من اینجا استفاده کردم از تکسچر تستی که قبلا ساخته بودم روشنتره. ببینم نه الان ما بیشتر میخوایم تمرین اون رفلکتوس اون ریاکشن نور رو روی این تمرین کنیم، حالا یه خورده تیر و روشنش فرق نداره برای ما. خب قسمت بعدی که از این متریال رفلکت داره کاملا مشخصه که یه رفلکت شاید 40-50% این کف داشته باشه. خب این رفلکتش رو ایجاد میکنیم، دوباره تست میگیم ببینیم فقط با رفلکت چه واکنشی نشون میده تو محیط به ما. اینو من میذارمش حدودا 50%، این 255، نصفش میشه 125، 127. خب خود درست. دوباره من تست میگم، اینو میذارمش روی حالت اینتراکتیو تا بهتر ببینیم. ورژن ویری که توی این آموزش من استفاده میکنم ویری 3.6 و ورژن مکس هم مکس 2016. سعی کنین شما از همین ورژن استفاده کنین تا بتونین پلاگین ها راحت روش نصب کنین، چون ورژن بالاتر ممکنه هنوز این نسخه از پلاگین ها براشون نیومده باشه. خب مشخصه که رفلکت ما خیلی زیاده، بعد رفلکت ما ماتتر از این چیزی که هستش بشه. اینجا کاملا رفلکت ما مات، ما هیچ شکلی از دیوارها یا محیط اطراف روی این نمیبینیم. خب برمیگردیم دوباره به ویری، باید رفلکت اون یه مقدار مات کنیم. حالا اگر فقط این رفلکت رو یه مقدار ماتش کنم چی میشه؟ اینو میذارمش مثلا روی 18. بذاریم من یه ریژن بگیرم. خب میبینید که ما فقط با یه رفلکت و یه رفلکت گلاسینس تونستیم تقریبا 50% به این کار شبیه بشه کارمون. مشکلی که هستش ما هنوز جزئیات روی این نمیبینیم، طول اینا خیلی زیاده، خیلی خیلی براقه، خیلی هنوز این ماتیه کنترل نشده است، باید کنترلش کنیم، بگیم که آقا مثلا اینجا رو کمتر مات کن، اینجا رو بیشتر مات کن، اینجا رو نه، اینجا رو که نزدیک به 50 است ما میخوایم تصویر ببینیم، ولی الان ببین همش با یک کوالیتی در واقع مات شده، از اینجا تا اینجا همشون ماتن. ما میخوایم بگیم نه اینجا کمتر مات باشه، تصویر خوب دیده شه، اینجا یه مقدار دیده کمتر دیده شه، اینجا مثلا خیلی خیلی دیده نشه، ماتتر باشه. خب برای اینکه کنترل این حرکت رو در نظر بگیریم، بگیم از اینجا وقتی مثلا از سمت ما دور میشی هرچی اون رفلکتر به ما پس بده، به ما نشون بده رفلکتر رو، باید از گزینه فالاف برای رفلکت گلاسینس استفاده کنیم. خب من اینجا کلیک میکنم، میام قسمت فالاف رو انتخاب میکنم.
خب ببینیم فقط با گذاشتن فالاف چه تغییری میکنه. کاملا مشخصه که توی این قسمت ها رفلکت بیشتر کنترل شد و توی این قسمت ها هم رفلکت ما برگشت، ولی الان رفلکت ما خیلی مات شده و این ماتیه خیلی پخشی، این پخشی ماتیمون خیلی زیاد شده. ما اینجا خیلی پخش نیست ماتیمون، تقریبا مستقیم میادش با این، یه خورده آخره کار که میرسه مات میشه این یا لبه ها مات میشن. خب سعی میکنیم اینو کنترلش کنیم. بازم میایم تو قسمت آوتپوت فالاف. خب حالا بعد با استفاده از این نمودار اینو کنترلش کنیم، بهش بگیم که آقا تو اینجا رو به ما نشون بده 50%، 60%، یا هر میزنی که الان با توجه به تست میبینیم و قسمت های جلوتر رو نه. خب ما باید اینو سه قسمت فرض میکنیم، میگیم قسمت جلو، قسمت های وسطی و قسمت انتهایی. میگیم یه نقطه اینجا میذاریم، قسمت انتهایی، قسمت وسط و قسمت نزدیک پنجره. اگر بگیم این ور ابتدایی، وسط و انتهایی، اینجا میشه ابتدایی، وسط و انتهایی. خب ببینیم چه تغییری، هیچ تغییر خاصی نکرد چون هنوز اینو جابجاش نکردم. حالا میگم من قسمت های وسط همو میخوام یه مقدار بیشتر رفلکت بدم، قسمت های انتهایی من باید رفلکتش بیشتر باشه چون هنوز اینجا خیلی ماته. خب اینو تبدیلش میکنم به یه بیزیر سموت، یه مقدار جابجاش میکنم. بهش گفتم که مثلا از این قسمت ها به اون طرف دیگه به ما رفلکت و مات نشون بده، براق نشون بده، قبلش رو همه به ما مات نشون بده. خب ما این ماتیه رو هنوز هم باید کنترلش کنیم، اینو یه مقدار میاریمش بالاتر، اینم هم همینطور. ما میخوایم که اینجا حدودا بس باشه دیگه برامون. خب حالا کلیت اینو میگیریم یه مقدار میکشیمش پایین تر. خب الان خوبه، بریم سراغ جزئیات تا یواش یواش باز برمیگردیم اگه لازم بود روی این گزینه. خب تو قسمت فالاف ما باید تو قسمت رفلکت کلاسینس ما باید تعریف کنیم که این تایلا هر کدومشون برای خودشون جزئیاتی که دارن رو رفلکت کنن. خب ما برای این کار میایم این فالاف رو تبدیلش میکنیم به کامپوزیت، اول میزنیم یه لایه جدید روی این میسازیم، میایم همون تکسچرایی که داریم و یا تکسچرای بامپش هم من گذاشتم دوباره مولتی تکسچر میدیم بهش. میریم تو قسمت مولتی تکسچرمون، اد بیت مپ رو میزنیم، برمیگردیم اینجا، این تکسچر رو تو این کار اد میکنیم. خب این تکسچر ها همشون اینجا اد شدن، این پنجره میمونه. حالا میبینین که کاملا داره اون دیتیل خودش رو نشون میده، خیلی هم شارپ و قوی، همه اون چیزایی که میخواستیم از دیدن این بافت چوبا
اگه من برم تو فتوشاپ میبینین که اینجا همه این بافت چوبا، این بافته که میخواستیم و تونستیم الان با قرار دادن تکسچر رفلک گلاسینس برای این رندر به وجود بیاریم. فقط الان خیلی مقدارش زیاده. خب نکته یک هستش، من اول میام بلندینگ مود اینو میذارمش روی دارکن، فقط میخوام قسمتایی که لکای سیاه هستش ایجاد بشه، دیگه قسمتای روشن رو میخوام از خود فالاف استفاده کنه برای رفلک گلاسینس. اینو میذارمش روی دارکن. حالا فقط قسمت تیره این مپا میشینه روی این کار، بقیهش از خود فالاف استفاده میکنه. الان این قسمت و این قسمت با هم ترکیب شدن. خب حالا میام اوپاسیتی رو کم میکنم این مقدار، میذارمش روی 60. خب کاملا مشخصه که حالا ما تونستیم اون دیتیلایی که نیاز داریم از اون چوبمون روی این کار ایجاد کنیم. حتی هنوزم مقدارش زیاده، ما میتونیم اینو تا حدود مثلا 35% کمش کنیم که فقط یه حاله از این دیتیلا رو ما نیاز داریم روی چوبمون ببینیم. خیلی خیلی مقدار کمی، نمیخوام خیلی زیاد دیده بشه. خب کمش کنیم ببینیم تسرندرمون چطوری شدش. خب خیلی بهتر شد، یه تقریبا اوکیه. این الان همه اون ذره ای از دیتیلی که میخواستیم روی کار ما ایجاد کرد. دیتیل بعدی که باید روی کار ایجاد کنیم یه مقدار این لکه های تیره و روشنی هستش که توی کار دیده میشه. اینا شاید به واسطه گرد و خاک مثلا رد پا یا رد لکه مثلا دستیزه یه مدلی روی کار ایجاد میشه. خب بعد اینا رو روی کار ما هم ایجاد کنیم تا بتونیم یک دیتیل خوبی از کار بگیریم. برای انجام این کار دوباره من یک لایه جدید ایجاد میکنم، میام دفعه به اون برکن نویز میدم. پلاگین برکن نویز رو من براتون گذاشتم، پلاگینی که خودش مپای مختلفی از نویز رو ایجاد میکنه. سایزش رو کوچیک میکنم، میذارم روی 2. پرلین 3D خوبه، میذارم روی تربیولنس. ببینیم چه جوری میشه. خب کاملا مشخصه که این لکه هایی که برام ایجاد کرد از نظر اندازه هم یه مقدار بزرگه، میتونم سایزش رو کوچیک‌تر کنم. و همین که خب خیلی خیلی کنتراستش زیاده، میبینی که سفید و مشکیه، تقریبا همه رفلک گلاسینسی که ما داشتیم با دیتیلامون رو از بین برد. میایم این مقدار روشن روشنش میکنیم، میذاریمش مثلا روی 230. خب نکته بعدی که هستش، وقتی لایه روی لایه جدید قرار میدیم و حتی نرمال باشه، این لایه خودش به عنوان لایه روی این قرار میگیره. ما میایم اینو قرارش میدیم دوباره روی دارکن، فقط میخوایم نقاط تیره و روشن نقاط تیرم روی کار قرار بگیره تا اینکه لکه‌ها رو برام ایجاد کنه. من اگه روی دارکن بذارمش دوباره میبینی که حالا کار تغییر میکنه. خب نکته ای که هستش، ما اینو زیادی روشنش کنیم لکه‌هامون خیلی دیده نمیشن، یه مقدار برمیگردیم، میذاریمش روی 215. بهتره من یه قسمت کوچیکتری رو ریژن کنم تا سریعتر این کار انجام بشه.
از بدیه این حالت اینتراکتیو همینه که وقتی شما سایز رو بزرگتر میکنی، کادر رو میکشین، تصویر رزولوشنش بزرگتر میشه و دوباره از صفر میخواد رندر بگیره. خوبی بینه ما حالا اینجا ریژن رو خاموشش میکنیم تا بعدا دوباره کلش رو رندر بگیره. خب میتونیم باز زمین رو کمش کنیم، بذاریمش رو 185. میخواییم حدودا این لکه های رنگی رو ببینیم. الان بهتر شد. این لکه های این قسمت ها هم ایجاد شدن. اینجا ها مقداری از اون لکه ها رو داریم. خب الان تقریبا قسمت رفلک گلاسینس ما اوکیه. میتونیم حالا بریم تو قسمت فالاف، چون الان ما وقتی این تایلا رو این تکسچرهای جدید روی این مالتیپلای کرد گوشمال دارکن رو بهش اضافه کردیم، یه مقدار فالاف ما به هم ریخت. حالا دوباره میتونیم بیایم اینو ادیتش کنیم، یه مقدار باید بیشتر کنیم، یه مقدار کار باید براق‌تر بشه. الان خیلی مات شده، یه مقداری میکشمش بالا. خب برای این نقطه بیشتری میزان یک رو تعریف میکنم، اینو بهش نزدیکتر میکنم، میذارمش روی 9 دهم. ببینیم تستش به چه صورته. خب من یه بار مکس رو میزنم تا بتونیم صحنه رو کلش و رندرش رو ببینیم. همینطور که میبینید ما دیتیل های خوبی داریم، فقط مشکلی که داریم نسبت به حالا عکسی که به عنوان رفرنس انتخاب کردیم، دیتیلمون هنوز طول کشیدگی این نورامون الان برای ما خیلی زیاد، دیتیلمون خوبه ولی طول کشیدگی این نورامون خیلی زیاده. اینو باید یه مقدار کمش کنیم، خیلی پخش هم هست نورمون، یه مقدار این پخشیه رو کنترلش کنیم. خب یه مقدار باید این فال این رفلکت گلاسینس رو کمش کنیم. من میام اینو مقدار ادیتش میکنم. خب اینو زیادش میکنم، 57 میذارمش روی 8 دهم. اوریژین کار میکنم. خب این الان تقریبا کاملا مشخصه که تقریبا کاملا روش مشخصه که دیتیل خوبی داریم، لبه ها رو تونستیم اینجا خوب به وجود بیاریم. حالا باید از بامپ برای این تکسچرمون استفاده کنیم تا یه مقدار سطح و اون برجستگی های خود پارکت هم دیده بشه. میایم تو قسمت مپ، قسمت بامپ، مولتی تکسچر رو دوباره اضافه میکنیم تا بتونیم برای هر کدوم یه بامپ رو در نظر بگیریم. منیج تکسچر، اد بیت مپ و این تکسچر رو اد میکنیم. خب این تکسچر رو اد شدن، بلر رو کاملا میبندیم. بلر رو فکر میکنم برای رفلک گلاسینس هم نبستیم، باید ببندیم بلر رو. خب بلکن که بلر نداره. خب میبینیم که تغییرات به چه صورته. فکر میکنم میزان پامپمون یه مقدار زیاد باشه، 30-35 بده احتمالا. مشخصه که میزان بامپ ما الان زیاده، بامپ رو کمش میکنم در حد 10. خوب خب نکته دیگه که هستش برای اینجور کارا، اگه شما دقت کنید میتونیم ببینیم که تو لبه این رفلکته این سایه ها ما یه ذره لرزش داریم، یه مقدار صاف نیست این لبمون، چون این پارکت ها همشون صاف روی هم قرار نمیگیرن، همشون هم صاف کنار هم نیست. اگه من بخوام دقیق تر نشون بدم بهتون، مثلا اینجاها اگه دقت کنید لبه های ما صاف نیستن، باید یه مقدار لرزش داشته باشن که نشون بده این پارکت سطحش صاف نیستش. خیلی برای این انجام این کار میتونیم به این تکسچر تو بخش بامپش نویز بدیم. میایم مولتی تکسچر رو انتخاب میکنیم، تبدیلش میکنیم به کامپوزیت، اوکی میزنیم، یه لایه جدید اضافه میکنیم و یک برکن نویز به این اضافه میکنیم. سایزش رو کوچیک میکنیم 2.
اتفاقی که افتاد چون کنتراست اینا الان بین سفید و سیاه زیاده، این خیلی اینا رو داره بالا پایین میکنه، ولی خب فعلا به صورت خیلی اگزاجره باشه. شما ببینید که در واقع ما میخوایم چیکار کنیم. میخوایم این لبه ها رو به این صورتی که الان در اومده اینجوری لرزیده، میخوایم ما هم دوباره این لبه ها رو بلرزونیم. بلرزونیم. خب ما اینو کمش زیادش میکنیم در واقع، که کنتراست ها کم کنیم، میذاریمش روی 190. خب 190 هم هنوز کمه، برای این باید بیشترش کنیم، میذاریمش روی 220. اوکی میکنیم. خب میبینیم که تقریبا خوب شده، ما تونستیم این لبه ها رو اون اتفاقی که میخوایم براش رو رقم بزنیم. یک مقدار شاید اگر رفلک گلاسینس و تکسچرش رو یک مقدار کم کنیم بهتر باشه. برمیگردم به رفلک گلاسینس. تکسچر رو کمش میکنم، میذارمش روی 20. یک مقدارم از این برکن نویز هم کم میکنم، میذارمش روی 90. خب اگه طول این سایه الان یه مقدار زیاده، یه مقدار کمش میکنم، این دوتا رو انتخاب میکنم، یه کوچولو میارم پایین. یه مقدار میزان رفلکت هم کم میکنم. خب ما تقریبا 80-90 درصد به اون محصولی که میخواستیم نزدیک شدیم. برای بهتر شدنش یک مقدار دیگه من رفلکت هم کم میکنم، مثلا میذارم به 86. یه مقدارم بامپ برکنم رو کم میکنم، میام تو قسمت بامپ، میام تو برکن تکسچرم، یک مقدار روشن ترش میکنم. خب ببینیم تستمون به چه صورته. خب تستمون شکل خوبی داره، ما تقریبا چیزی که میخواستیم رو به دست آوردیم. میبینیم که ما اینجا میخواستیم این پخشی انتها رو داشته باشیم، لبه ها رو ببینیم، در این حال تصویر مشخص نباشه برامون. توی رندرمون هم الان دقیقا به همین صورت ما پخشی انتها رو داریم، لبه ها رو داریم، ولی چیزی هم مشخص نیست توی رندرمون. خب اگه یک مقدار خود اصلا رفلکت گلاسینس من کم کنم، مثلا بذارمش روی 95، یه مقدار روی لبه هامون بهتر میشه و میتونیم کیفیت بهتری داشته باشیم. دقت کنید اگه اینو خیلی کمش کنید دوباره طول این سایه زیاد میشه، نباید خیلی کمش کنید. من فقط یک میزان خیلی کمی برای بهتر شدن لبه هامون این کارو میکنم. خوبه. حالا فقط برای اینکه شمایل بهتری داشته باشیم از کار، میام تو قسمت مولتی تکسچر، تو قسمت دیفیوز هم مولتی تکسچر رو تبدیلش میکنم به یه کالر کالکشن. یک مقدار رنگ و لعابش رو زیاد میکنم، یک مقدار این کارو پر رنگ ترش میکنم. خب میبینیم که یک مقدار این کار کفوشمون قرمزتر و جذابتر شدش. خب من قطع میکنم تصویر رو، میذارم صحنه رو کاملی رندر بگیره به صورت کامل تا بعدش رو اون رندر صحبت کنیم. خب دوستان من رندر رو قطعش کردم، یک مقدار میزان برکن ما توی قسمت رفلکت گلاسینسمون زیاده، برمیگردیم کمش میکنیم، یک مقدار میزان دیتیلمون از چوبا رو زیاد میکنیم، اینو کمش میکنم، میذارمش روی 60% یا 65% که خیلی هم کم نشه، اینو یه مقدار زیادش میکنم، میذارمش روی 35%. دوباره رندر میزنیم، یه روزی یه تست کوچیک از همین قسمت بگیریم مشخص میشه. خب الان خیلی بهتر شد، اون لک لکی که قبلا داشتیم اینجا ها دیگه الان نداریم اونو، در این حال دیتیل چوبامون هم افزایش شد. خب من اینو قطعش میکنم تا صورت کامل رندرش گرفته بشه. خب دوستان میتونید رندر این صحنه رو ببینین، خیلی لبه های خوبی داریم، تصویری که میخواستیم رو ایجاد کردیم،
کنتراست خوبی داریم، اون دیتیلایی که باید داریم، حتی میتونیم این قسمت رفلکت گلاسینس خود تکسچر رو بازم کم کنیم، یا میتونیم یه فالاف برش تعریف کنیم، بگیم قسمت های جلو رو نشون نده، قسمت های عقب بیشتر نشون بده. این دیگه سلیقه یه الان به نظر من برای این تصویر، برای این پارکت ما شکل شمایل خوبی رو داریم، هم براقیت خوبی داریم، هم دیتیل خوبی داریم، هم اون هدفی که میخواستیم با توجه به رفرنسمون رو به دست آوردیم که این شکل محو شدن این نور رو داشته باشیم روی این تکسچرمون. خب دوستان، امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش. تا آموزش بعدی، خدا یار و یاورتون.